دستم عمریست دخیل علم عباس است، دلم عمریست مقیم حرم عباس است. همه حاجتم این است که صیدش بشوم، دام اگر حلقه گیسوی خم عباس است. اولین باب تقرب به حسین ابن علی سوختن در غم دست قلم عباس است. طیب الله به آن شاعر خوش ذوق که گفت هرچه داریم همه از کرم عباس است. السلام علیک یا ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین علیهم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و صلوات به پیشگاه سید رسولان و خاتم پیامبران و عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، ایام سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین و اهل بیت ایشان و یاران ایشان و شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی تلویزیون جهانی هادی تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که در این شبها فرصت عزاداری هایی که برای همه ما و شما دست میتهیر غنیمت بشماریم و خداوند از ما به لطف خودش بپذیره. در خدمت کارشناس محترم جناب دکتر توکلی هستیم. اجازه بدین که با ایشان سلام علیک بکنم تا موضوع بحث و گفتگوی امشب شروع کنیم. سلام علیکم جناب دکتر توکلی، بزرگوار، تسلیت عرض میکنم. ایام عزاداری امام حسین علیه السلام، بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حیدری. علیکم السلام. و همه بینندگان گرامی فارسی زبانهای عزیز در اقصی نقاط عالم که در این ایام مشغول عزاداری مولا و سرورمون آقا ابی عبدالله الحسین هستند. امیدواریم که بتونیم از این فرصت مفید استفاده لازم رو ببریم و مطالبی که مورد رضای خداوند متعال هست بر زبان ما جاری بشود انشاءالله. بسیار سپاسگزار هستم. بله، یکی از مسائلی که در بحث قیام امام حسین علیه السلام مطرح هست فلسفه قیام هست و اینکه آن حضرت چرا دست به چنین حرکتی زد که باعث شد خون مبارک خودش و عزیزترین کسانش در سرزمین کربلا ریخته شود و اهل بیتش اسیر شود. یکی از مسائلی که در این باره گفته میشه اینه که امام حسین علیه السلام به مبارزه با فسادی که در جامعه اسلامی وجود داشت قیام کرد و به خاطر اصلاح جامعه خون مبارک خودش تقدیم کرد. موضوع بحث امشب ما هست امام حسین علیه السلام و مبارزه با فساد. جناب دکتر توکلی بزرگوار، همون قسمی که من موضوع خدمت بینندگان عزیز و گرامی برنامه به وقت بیداری عرض کردم، خب در جامعه اسلامی در عصر امام حسین و به تعبیر در سطح اسلام چی مفاسدی وجود داشت؟ بله. که امام حسین علیه السلام برای مبارزه با اونها قیام کرد. بله، سوال بسیار خوبی، سوالی است که
در همه عصرها و نسلها سوال پرسیده میشه و باید پاسخ لازم به او داده بشه. و اصلا برای اینکه ما خودمون از نظر درونی اقناع بشیم و پیام عاشورا برای همه زمانها و مکانها بگیریم، لازمه که به این سوال پاسخ بدیم. بله. قبل از اینکه وارد پاسخ سوال بشم، خیلی به صورت مختصر اشاره میکنم به فلسفه نبوت پیامبران، ارسال رسول و انزال کتب. بله. و وارد بحث میشیم، بعد حالا در ادامه بحث ممکنه که سوالات دیگری هم پیش بیاد. ببینید، قرآن میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. فلسفه ارسال رسول یعنی بعثت پیامبران و انزال کتب آسمانی برقراری عدالت میدونه در همه جوانب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی، عدالت توزیعی. بله. و عدالت در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی. اصلا هدف پیامبران این است که بسترها و زمینه‌های برقراری عدالت توسط خود مردم ایجاد بکنن، تا اینکه مردم با او فطرت پاک و الهی که دارن، که قرآن ازش تعبیر میکنه به فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، و عدالت خواه هستن ذاتن، حق طلبن و دنبال حقایق هستن، انسان ها بتونن به او ندای درونی فطریشون پاسخ بدن و عدالت در جامعه محقق بشه. وقتی که عدالت در جامعه محقق بشه، در نقطه مقابل او فساد هست که فساد از بین میره. همونطور که عدالت ابعاد و جلوه های متفاوت فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و علمی داره، فساد هم همینطور. فساد ممکنه فساد سیاسی باشه، ممکنه فساد اقتصادی باشه، ممکنه فساد فرهنگی و دینی باشه، و ممکن هم هست که فساد اجتماعی باشه. حالا باید ببینیم که پیامبران هدف اصلیشون چه بوده. هدف اصلی پیامبران این بوده که فساد به همه انها و جلوه هاش در جامعه از بین بره و جای او عدل بگیره. چرا؟ چون بالعدل قامت السماوات و الارض، نظام هستی بر اساس عدالت بنا شده، و اگر عدالت نبود اصلا لساخت الارض و به اهلها، دنیا از هم می پاشید. این نظام تکوینی عالم، نظام در واقع فیزیکی عالم بر اساس عدالت است. ممکنه بینندگان عزیز بپرسن دلیل شما برای این قضیه چی هست؟ بهترین دلیل وجود قوانین علمی هست. وجود نظمی است که در قوانین علمی وجود داره و این نظم محصول تکرار نتایج مشخص در حالتهای مشخص است. شما مثال میزنم، آب در حرارت 100 درجه در همه نقاط، همه مکانها و همه زمانها به جوش میاد. بله. و اصلا استثناء بردار نیست. یک چیزی که وزن داره، اگر وزن او از وزن این جو بیشتر باشه، بر اساس قانون نیوتن شما اگر رها بکنید، جاذبه زمین او رو جذب میکنه و پایین میکنه و سقوط میکنه. این قوانین نیوتن قوانینی است که کشف کرده از رازهای طبیعت، فیزیکی طبیعت. بله. همونطور که جهان فیزیکی بر اساس عدالت و نظم برقرار شده و شمس و تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، نظام اجتماعی و اخلاقی و انسانی هم بر اساس عدالت باید باشه. اگر عدالت نباشه، جامعه شناسا میگن هرگاه در یک جامعه، در یک سیستمی، هر سیستمی، چه سیستم های فیزیکی، بله، چه سیستم های انسانی، اگر فساد، عناصر فسادزا بر عناصر اصلاح گرانه بچربه، باعث فساد و تخریب او سیستم میشه. این قانون هست. درست. در یک خانواده، عرض کردم، حتی در هر چیزی، یعنی این قانون کلی، جامعه هم همینطوره. جامعه هم از این قانون مستثنا نیست. اگر جامعه بشری از عدالت برخوردار نباشه، از صلاح و سداد برخوردار نباشه و در نقطه مقابل در او فساد باشه، یعنی هیچ چیزی در جای خودش نباشه، درست، حق به حقدار داده نشه، بله، استیفای حقوق نشه، جایگاه افراد و اشیاء و جایگاه نهادهای اجتماعی وارونه بشه، ارزش‌های اخلاقی وارونه بشه، او جامعه به سمت تباهی، به سمت انحطاط، به سمت نابودی حرکت میکنه. بله.
بله پس به صورت کلی میشه تا اینجا صحبت ها شما نتیجه گرفت که مهمترین مشکل در دوران امام حسین میرزیسه در جامعه اسلامی نبود عدالت بوده، بی‌عدالتی بوده. خب اگر چند تا از مصادیق این رو نام برید به صورت مشخص که مخصوصا اون مصادیقی که امام حسین وادار به یک قیام شد. بله. تا برسیم به بحث بعد، به مباحث بعدی که امام حسین خب چگونه، چرا و چگونه بعد قیام انجام داده. من اینجا لازم اشاره بکنم به وجود فرهنگ قبیله‌ای در سرزمین حجاز و آفات و مفاسدی که این فرهنگ داشت. بله. در فرهنگ قبیله‌ای چیزی به نام حق و طرفداری از حق وجود نداره. شعار قبیله این هست که از برادرت حمایت کن ولو اینکه بر باطل باشد. اساس فرهنگ قبیله‌ای نژاد، رابطه خونی و رابطه فیزیولوژیک هست. یعنی ما در هر شرایطی در نظام قبیله باید از نزدیکان قبیله خودمون دفاع بکنیم ولی اینکه بر باطل باشن. خب پیامبر این نظام قبیله‌ای رو به هم ریخت، یک نظام جدید رو ایجاد کرد. بله دقیقاً همین نکته رو میخوام اشاره کنم. ببینید پیغمبر آمد این نظام به هم ریخت، اون نظامی که قبیله اوس و خزرج 30 سال با هم دیگه می‌جنگیدن اور به هم ریخت و ارزش‌های اخلاقی جایگزین کرد. بله. خب سوال، آیا بدنی که مریض هست و با دارو سالم میشه دوباره امکان بیمار شدن داره؟ جواب این است که بله. بله. جامعه هم همینطوره، جامعه یک ارگانه. درست. این نظام ارگانیک داره، اگر به حال خودش رها بشه، اگر مصلحان، آمران به معروف، ناهیان از منکر، آگاهان جامعه، عالمان، دغدغه ورزان، کسانی که احساس مسئولیت میکنن، مسئولیت اجتماعی خود فراموش کنن. بله. یعنی در جایی که باید در واقع قده های سرطانی از بین ببرن این کار نکنن، جامعه برمیگرده به وضعیت قبلی خودش. اینجا لازمه که بگیم ببینید انسان ها ذاتن اگر تربیت نشن، اگر تحت تعلیم پیامبران قرار نگیرن، میل به بدی و شهوت و غضب دارن. جامعه سال 61 هجری یک چنین شرایطی داشت. از اواخر دوره خلافت خلیفه سوم وضعیتی در جامعه اسلامی ایجاد شد که ثروت و بیت المال بین اقوام و فامیل ها تقسیم می شد، عدالت وجود نداشت، مال اندوزی و ثروت اندوزی بود، اختلاف طبقاتی وجود داشت، عده‌ای بسیار ثروتمند و مرفه شده بودند، عده‌ای نان شب نداشتن، بیت المال به درستی تقسیم نمیشد و بر داشت جامعه برمیگشت به نظام قبیله‌ای. یعنی اینکه نظام حق مدار و حق طلب جای خودش رو میداد به نظام نژادگرا. در واقع اون ارزش‌هایی را که پیامبر به 3 سال زحمت بله. کشید و نهادی نکرده بود، اینها داشت عوض میشد، داشت عوض میشد به ارزش‌های زمان جاهلیت. دقیقاً. بله. بدعت‌ها در جامعه داشت واقعاً نهادی نمیشد. بدعت‌ها یکیش این بود که یک در واقع اختلاف طبقاتی بسیار شدید و منحتی داشت به وجود می‌آمد، یک اشرافیت منحط و بسیار لجام گسیخته ای در جامعه داشت ایجاد می شد که برخلاف سیره پیامبر بزرگوار اسلام ائمه علیهم السلام و برخلاف سیره اصحاب پیامبر بود. بله. و مصلحان چون این وضعیتی بر نمی تافتن. درست. حالا می رسیم به این که در قسمت بر صورت اینکه جامعه به این وضعیتی رسید، مصلحان چه وظایفی داشتن و کیا ساکت بودن و چه کسانی اینجا با وظیفه خود عمل کردن، از جمله امام حسین. اجازه بدین که یک وقفه بگیریم، برمیگردیم خدمت شما. خواهش دعوت میکنم به تماشای یک میان برنامه. مثبت 964 780 255 4013 پول ارتباطی ما با شما بزرگواران هست. شما میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی در این مرتبط شوید و درباره این برنامه و دیگر برنامه‌های شبکه هر نوع نقد و نظر دارید با ما در میان بگذارید، مخصوصا در چنین شب‌هایی که در محفل و مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام شرکت میکنید. اگر بتونین با گوشی های خودتون، با موبایل های خودتون تیکه های از نوحه خوانی، سینه زنی و عزاداری ها را ثبت کنید و از این طریق برای ما بفرستید، بسیار بسیار خرسند میشیم و
از شبکه با نام خودتان پخش خواهیم کرد. خب اجازه بدین که برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه گفتگو. جناب دکتر توکلی گرامی، آنچه که صحبت های شما برایندش این هست که متاسفانه بعد از پیامبر ارزش ها تا حد دیگرگون شد. اون ارزش هایی که پیامبر آورده بود که محورش عدالت بود، که فرمودید فلسفه بعثت انبیا اصلا همین هست، رنگ باخته بود، جاهای بی‌عدالتی بسیار بسیار شدت گرفته بود. خب در چنین وضعیتی که جامعه رو به بی‌عدالتی میره، انواع فساد اجتماعی، اخلاقی و سیاسی و حتی اقتصادی دامنگیر جامعه اسلامی میشه، اگر مسلحان چون امام حسین دست به قیام نزنه چی اتفاقی میفته؟ بله، من لازم اینجا عرض کنم که مهمترین مصادیق وجود عدالت در یک جامعه توزیع عادلانه ثروت و قدرت است. این دوتا خیلی خیلی مهمه. ثروت و قدرت. یعنی اگر که یک سیستم حکومتی یا یک سیستم اجتماعی به هر دلیلی بله نتوانند ثروت و قدرت را عادلانه توزیع بکنند، در این جامعه در واقع اختلاف طبقاتی شدید ایجاد میشه از طرفی، بله، بحران ها و عقده های روحی و اجتماعی درست میشه از طرف دیگه، بزهکاری ها و ابتذال های فرهنگی ایجاد میشه و در نهایت جامعه به سمت انفجار حرکت میکنه، جامعه به سمت عدم تعادل حرکت میکنه. درست. در جامعه اسلامی زمان امام حسین علیه السلام ما میبینیم به خاطر توزیع ناعادلانه ثروت به بیت المال در واقع هرمهای قدرت و ثروت متراکم در جامعه ایجاد میشه، یک نوع اشرافیتی به نام دین ایجاد میشه، ثروتهای متراکم و انبوه و باداورده و قدرتهای متراکم که بین فامیلها تقسیم میشه. ببینید قدرت وقتی بین فامیل تقسیم شد دیگه بله. اینجا حق به حقدار نمیرسه. خب ببخشید، در زمان پیامبر البته خب این مفاهیم بسیار امروزی هست، البته میشه خب یک سری از مصادیق این رو در اون زمان هم تطبیق داد، اون اصل مطلب که به هر صورت عدالت باید اجرا شود و اشکالش در اون زمان متفاوت بوده. آیا پیامبر جامعه عمل پوشانده بود در اون حدی که فرصت داشت به این مسئله؟ بله کاملا کاملا. شما ببینید نزدیکترین اصحاب پیامبر کیا هستن؟ کسانی که اطراف پیغمبرن، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست که به خاطر شایستگی های ذاتی که ایشون از سن 10 سالگی نشان داد، از خودش، شجاعتش، علمش، عدالتش، فداکاری که در راه اسلام داشت مورد قبول همه اصحاب مسلمین هست، فضائلی که امیرالمؤمنین داره. بله. صهیب رومی نزدیکترین فرد به پیغمبر میشه، سلمان فارسی اصلا پیغمبر به نژادش نگاه نمیکنه. یک روز سلمان وارد مجلس میشه، پیغمبر رو دعوت میکنه، میگه بیا پیش من بشین. عده‌ای از اعراب بدوی اعتراض میکنن به پیغمبر و میگن یا رسول الله ما عرب هستیم، اهل مکه هستیم، اهل قریشیم، چرا به ما نگفتی بیا نزدیک ما بشین؟ پیغمبر عصبانی میشه میگه لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوا. عرب بر عجم و عجم بر عرب فخر ندارد مگر به تقوا. ببینید، یا اون احادیث معروفی که ما داریم که فرمود العبد المذنب فی النار ولو کان سیدا قرشیا والعبد الصالح فی الجنه ولو کان عبدا حبشیا، اینا حرفای کمی نیست در تاریخ. بله. تو جامعه قبیله، در اون جامعه قبیله گرا، بله، اونجا اصلا اساس فضیلت به امتیاز قبیله بوده. میگه کسی که اهل گناهه صریح پیغمبر میگه در نار در جهنم است ولو اینکه سید قریشی باشد، و بنده صالح در بهشت است ولو اینکه عبد حبشی همون باشه. عبارت اخرای ملاک تقوا هست. بله، ملاک تقوا است. لذا داریم که وقتی از حضرت بلال حبشی نمیتونست شین درست تلفظ بکنه، اشهد و اسهد و میگفت، ایده آمدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله بلال از آفریقا آمده، عرب نیست، مخارج حروف بلد نیست، بذار ما مؤذن باشیم که مخارج حروف خوب بلدیم و خوب از آن میگیم، صدای ما از صدای بلال خیلی بهتره. جبرئیل بله نازل شد بر پیغمبر، گفت یا رسول الله خداوند علی اعلا میفرماید اسهدوی بلال که شین رو سین تلفظ میکنه نزدمه از اشهدوی شما خیلی ارزشمندتره. ببینید مثلا نظام طبقاتی رو عوض کرد، سیستم ارزش مداری در جامعه کاملا عوض کرد، همون که قرآن میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یا میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، کسانی که در راه خدا
جهاد مقدس میکنه. اینجا صرفا جهاد، جهاد فیزیکی و با شمشیر نیست. هر کسی که در راه خدا از باب والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کسی که در راه تعالی اجتماع حرکت بکنه جهاد. یا میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ارزش میده به علم و ایمان. ببینید ملاک های ارزشی جامعه رو عوض میکنه. این قضیه در سال 61 هجری دقیقاً وارونه شده بود، یعنی جامعه برگشته بود، یک در واقع باز تولید جاهلیت شده بود. قرآن به زنان پیغمبر میگه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، حواستون باشه، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن، شما مقامتون از بقیه زنها بالاتره اگر تقوا داشته باشید. اینجا منظور از تقوا، تقوای اخلاقی است، یعنی رعایت عدالت داشته باشید. بعد میگه ای زنان پیغمبر، شمایی که جایگاهتون به واسطه پیغمبر از دیگران بالاتره، مواظب باشید ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، بر نگردید به او تبرج جاهلی، به او خودنمایی ها، تظاهر ها و او در واقع ریاکاری های قبل از اسلام و جاهلیت. جامعه اسلامی هم یک چنین وضعیتی داره. وقتی که آمران به معروف، دلسوزان و آگاهان جامعه وظیفشون عمل نکنن، جامعه برمیگرده به اون وضعیت پر از فساد و فساد و انحطاط. یادم اومد از حدیث بسیار زیبای امام رضا علیه السلام که بله خیلی کوتاه، چقدر زیبا واقعا میگه، میگه ولا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنکر فالا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. هر لحظه هر کدام از شما مأمور به امر و معروف و نهی از منکرید، یعنی باید اصلاح بکنید در جامعه، مفاسد در از بین ببرید، دائما قیچی اصلاح در دست شما باشد. اگر چنین نکنید چه میشه؟ فرمود شرار بدان شما بر شما مسلط میشن. بعد وقت آدمای خوب دعا میکنن، میگن خدا این وضعیت برگردون، فلا یستجاب لهم، دعا مستجاب نمیشه. رایش این نیست، بله، چون وظیفشون انجام ندادن. چون ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، ما باید اول تغییر از خودمون شروع بکنیم تا خداوند هم به ما کمک بکنه. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. لذا امام حسین احساس خطر میکنه. امام حسین میبینه که قدرت و ثروت به صورت عادلانه ببخشید در جامعه تقسیم نشده، قدرت داره به صورت فامیلی تقسیم میشه، ثروت بیت المال هم داره در دست عده‌ای دست به دست میشه و ثروت‌های متراکم انبوه ایجاد میشه که اینا خودش منبع فساد هست. لذا میفرماید اگر این چنین بود، وظیفه من امام حسین این است که قیام بکنم. درود بر شما. خب اجازه بدید که بازم یک وقفه داریم و همراه با بینندگان عزیز و گرامی میبینیم میان برنامه رو و برمیگردیم دوباره ادامه بحث. خب اجازه بدین که بدون فوت وقت برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه گفتگو. بله جناب دکتر توکلی بزرگوار، خب در چنین وضعیت امام حسین بیکار نمیشینه، احساس تکلیف میکنه و همه میدانیم که امام حسین چه کار کرد و نتیجه او قیام عاشورا و تقدیم خون و جان مبارکش بود. خب امام حسین با چه روش های با او فسادی که در جامعه وجود داشت مبارزه کرد و چه پیامی برای جامعه امروز ما داره؟ بله، من لازم میدونم اینجا از خود فرمایشات امام حسین یکی دو تا جمله عرض بکنم برای اینکه در تاریخ واقعا بمانه، چون ما میبینیم در صفحات مجازی گاهی اوقات پیام امام حسین وارونه معرفی میشه به مردم توسط بعضی از انسانهای ناآگاه. بله. و یا احیانا مغرض. بهترین راه مراجعه به خود فرمایشات امام حسین است. ببینید امام حسین میگه الا ترون ان الحق لا يؤمل به و ان الباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن في لقاء الله حقا حقا حقا. بعضی جا یک حقا داره، بعضی جا دوتا. بله. میگه آیا نمیبینید که توی جامعه نظام ارزشی و اخلاقی وارونه شده، حق به حقدار نمیرسه، عدالت توی جامعه وجود نداره، تمام ابعاد و زوایای جامعه ظلم فرا گرفته، عناصر منحط غیر اخلاقی در واقع فسادزا در جامعه دائما داره باز تولید میشه.
و ثروت به صورت غیر عادلانه داره تقسیم میشه، قطبهای ثروت و قدرت داره ایجاد میشه و انسان ها در واقع شایسته سالاری به زبان امروز اگر بگیم شایسته سالاری وجود نداره. راهکار امام حسین علیه السلام تو این زمینه، البته خب ما اگر مراجعه بکنیم باز به فرمایشات حضرت، اون نامه‌ای که داره به محمد حنفیه برادرش میگه انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر و اسير بسيره جدي و ابي. ببینید میگه من برای اصلاح آمدم، اصلاحی که پیامبر داشت در جامعه، اصلاح پیامبرگونه، اصلاح علی گونه، و من هدفم صرفا قدرت برای خود قدرت نیست، قدرت برای احقاق حق و از بین بردن جهل جاهل میخوام در جامعه، و هدف من امر معروف و نهی از منکر و اقامه سیره پیامبر و امیر المؤمنین هست. اگر بخوایم بگیم خب از چه راهی این مسئله محقق شد در جامعه، چند تا راه رو من عرض میکنم. اولا اولین راه پیامبران و ائمه علیهم السلام آگاهی بخشی هست. توده های جاهل و طبقات فرودست جامعه، اینها محتاج هدایت پیامبران و رسولان و ائمه هستند. در طول تاریخ حکومت های ظالم آمدن با مغالطه های تاریخی که کردن، در واقع به باطل خودشون لباس حق پوشوندن و یک در واقع از یک کلمه ای که جملاتی که ظاهر حقگونه داشته اراده باطل کردن و هدفشون این بوده که بر گرده خلق سوار بشن و به او در واقع زخارف پست دنیوی برسن. به قول معروف میگه بزرگترین ظلم ها از ظلمی از واژه ها شروع شد. دقیقاً واژه ها وارونه بله معرفی کردن، چون تمام قدرت در واژه ها و کلمات هست. پیامبران میان اینجا مغالطه مغالطه گران، سفسطه صوفیست های تاریخ را کشف میکنن و مردم آگاهی میدن. ببینید ما در زیارت اربعین میخونیم که و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. امام حسین خون رگ گردنش رو در راه خدا داد. چرا؟ هدفش چی بود؟ ایجاد آگاهی در توده مردم. بله. آگاهی بخشی به مردم، بیرون کردن مردم از حیرت گمراهی و زلالت و تبدیل نادانی به دانایی. بله. یعنی تبدیل مردم به یک عده انسانهای آگاه، دینشناس، فقیه، زمانشناس، وظیفه‌شناس، امامشناس، پیامبرشناس. خب راهش چیست؟ راهش امر معروف و نهی از منکره. ما باید توسط امام، امامی در جامعه باید باشه، حجت خدایی باشه تا معروفها به مردم معرفی بکنه، منکرها معرفی بکنه. و چه منکری بالاتر از غصب بیت المال، از غصب ثروت مسلمین، از غصب قدرت توسط انسانهای نالایق. وقتی در جامعه کسی مثل یزید حاکم میشه، این دیگه الگو میشه برای مردم، چون الناس علی دین ملوکهم. لذا برای اینکه یزید با او همه فساد الگو نشود، یزیدی که میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحیون نزل، علنن اصلا وحی منکر میشه، علنن پیغمبر منکر میشه. ای اگر الگوی جامعه باشه، بر رأس حرم قدرت و ثروت بنشینه، دیگه به قول امام حسین فعل الاسلامی السلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید. اگر کسی مثل یزید خلیفه رسول الله باشه، پس باید فاتحه اسلام خواند. بنابراین اینجا وظیفه کسی مثل امام حسین هست که قیام بکنه، از خون خودش بگذره، وجدانهای بیدار در تاریخ بیدارتر بکنه و اتمام حجت بکنه برای انسانها در طول تاریخ. اگر امام حسین بیعت میکرد با یزید چه میشد؟ در طول تاریخ انسانهای حق طلب مجاب میشدن و قانع میشدن که حقیقت را در راه مصلحت دنیاوی ذبح بکنن، ولذا امام حسین این کار رو نکرد. لئلا تبطل حجج الله و بیناته، به قول امیر المؤمنین تو نهج البلاغه فرمود علمای ربانی دین را به دنیا نمیفروشند تا اینکه حجتهای خدا باطل نشه. اینا حجتهای خدا در روی زمین هستن. ولذا فرمود ائمه علیهم السلام باید بر مسیر پیامبران حرکت بکنن. مسیر پیامبران نان به نرخ روز خوردن نیست. در مسیر پیامبران سیاست ماکیاویلی جایی ندارد، یعنی هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. این اولین مسئله. هدف دوم، راهکار دوم، هجرت است. ببینید هجرت امام حسین از مکه به مدینه و از مدینه به کربلا
خودش یک اعراض عملی، یک پیام عملی دارد برای عدم اطاعت یک امام معصوم، یک حجت خدا، یک انسانی که مجسمه حقیقت است در مقابل کسی که مجسمه نفاق است مثل یزید ابن معاویه و مجسمه فساد. بله، و مجسمه فساد. لذا ببینید باز میرسیم به او آیه شریفه که فرمود در قیامت خداوند از مستضعفین فکری، از کسانی که دچار استضعاف شدن، یعنی دچار ظلم مضاعف فرهنگی و دینی شدن، حقایق دینی به اونها وارونه جلوه داده شده، از اونها سوال میکنه که الم تکن ارض الله واسعتا فتهاجروا فیها، آیا زمین خدا واسع نبود که شما در واقع مهاجرت بکنین؟ اونا چی میگن؟ اونا میگن قالو کننا مستضعفین فی الارض، ما مستضعف بودیم. ببینید استضعاف ممکنه استضعاف اقتصادی باشه، این قابل حله، ولی اگر استضعاف استضعاف دینی و فرهنگی بود این خیلی خطرناک میشه. امام با حرکت در واقع پیام مهاجرتی که داد به مردم، از مکه آمد به مدینه، حج نیمه کاله رها کرد به قول ما و آمد به کربلا. ای مهاجرت، ای اعراض از بیعت با یزید، ای خودش بزرگترین پیام هست که وظیفه ما هم هست که در مقاطعی از تاریخ اگر دیدیم یک چنین شرایطی هست باید در مقابل باطل بایستیم. و نکته سوم، مقابله با بدعت ها. ببینید پیغمبر فرمود که اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. وقتی در جامعه بدعت ها رشد میکنه، در واقع گده های سرطانی شروع میکنه به رشد کردن و ممکنه که تمام اندام جامعه اسلامی بگیره و انسان های ناصالح، انسان های آلوده، انسان هایی که در واقع دینر ملعبه نامونان قرار دادن، اینا میان در رأس هرم قرار میگیرن. کسانی مثل امام حسین باید در مقابل یزید ها بیستن تا وجدان های بیدار تاریخ بدانن که پیامبران سیاست ماکیاویلی نداشتن. پیامبران حق را برای حقیقت میخواستن، حق را برای دنیا نمیخواستن. اصلا ببینید حرف این است، آیا دنیا برای این دین، برای این است که برای ما ثروت و قدرت ایجاد بکنه، صرفا مار به مقامات بالای دنیاوی برساند؟ قطعاً نه. یا احقاق حق بکنه؟ قطعاً جواب دومی هست. اگر هدف احقاق حق است، لذا اینجا میرسیم به پیام امام حسین که فرمود ان کان دین محمد لم یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اگر دین پیامبر به غیر از شهادت مستقیم نمیشه، استقامت پیدا نمیکنه، فیا سیوف خزینی، ما آماده شهادتم. پس پیام سوم چی شد؟ استقامت، مقاومت در مقابل باطل، مقاومت در مقابل طاغوت. ببینید طاغوت کیه؟ طاغوت از نظر قرآن کسی است که دین را وسیله قدرت و کسب ثروت میکنه و نمیخواد که او حقیقت ملموس و عریانی که پیامبران آوردن او به خورد توده ها داده بشه. لذا ببینید جریان اموی در تاریخ اسلام، بنی امیه کارشون این بود، اصلا اینا هدفشون این نبود که اسلام در جامعه محقق بکنن، یک ظاهری از دین، یک پوسته ظاهری از دین ارائه میکردن. نمازهای جماعت برقرار بود، حج میرفتن، کاروانهای حج برقرار بود، ولی عدالت در جامعه نبود، ولی امام معصوم در خانه خانه نشین بود، ولی فقرا در خانه نانشب نداشتن، مساکین حقشون رو از بیت المال نمیتونستن بگیرن. جامعه تقسیم شده بود به طبقه مرفه اشرافی و طبقه مسکین یتیم. بله، کینا نشب نداشتن. اینجا آیا حرف این است که آیا خواهش میکنم ما میتونیم به ظواهر دین اکتفا کنیم؟ قطعا نخیر. پیامبران آمدن تا ببینید فرعون در زمان حضرت موسی چیکار میکرد. فرعون ظواهر دینی رعایت میکرد، اما در این جامعه فرعونی بنی اسرائیل مظلوم بودن، صرفا قبطی ها و فامیل های فرعون بهره مند بودند. لذا خداوند به موسی گفت اذهب الى فرعون انه طغى. موسی برو و فرعون رو هدایت کن که او طغیان کرده. ولذا حرف اینه، خلاصه نقطه پایان اگر باشه. بله، که وقتی برنامه بعد تمام شد، جنبندی که همونجوری که فرمودید داریم. بله، و فکر میکنم یکی دو دقیقه بیشتر نمونده، وقت تمام شد. بله، وقت تمام هست. این است که ببینید امام حسین علیه السلام هدفش آگاهی بخشی است،
هدفش امر معروف و نهی از منکر هست، هدفش اینه که الگوهای سالم رو برای مردم معرفی بکنه به عنوان رهبر امت بله. و هدفش اصلاح هست و از بین بردن قطبهای ثروت و قدرت نامشروع در جامعه، و هدفش اصلاح امت است از طریق احیای سیره پیامبر، سیره ائمه علیهم السلام و سیره اصحاب بله. سیره اصحاب که همه انسانهای با فضیلتی بودن. شما ببینید ابوذر غفاری وقتی میره در شامات و میخواد تبلیغ بکنه از مردم ثروت و قدرت نمیخواد، سلمان همینطور حتی محمد ابن ابی بکر که توسط حضرت علی والی مصر میشه، چه انسان صالحی، اینشون وقتی میره به مصر تو نامه‌ای که حضرت داره به محمد ابن ابی بکر اونجا میفرماید و تو تاریخ زندگی محمد ابن ابی بکر ما میخوانیم که اینها اهل زهد بودن، اهل ورع بودن، اهل قناعت بودن و دین رو برای دین میخواستن نه دین رو برای دنیا. فرصت برنامه ما تمام هست و من از شما عذرخواهی میکنم که گپای شما را قطع کردم. تأسیس کربلا نه فقط بهر ما تم است، دانش سرا و مکتب اولاد آدم است. از خیمگاه سوخته تا ساحل فرات، تعلیمگاه رهبر خلق دو عالم است. السلام علیک یا ابو عبدالله. بسیار سپاسگزار هستیم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردین، همراه با کارشناس محترم جناب دکتر توکلی شبی. خوب و خوش و آرام را برای شما آرزو میکنم. خدایا رو نگهدارتان.